به نام خداوند مهربان و با عرض سلام خدمت تمامی شما از بیننده های تلویزیون آرزو، خوشحال هستم که باز هم از طریق برنامه ورزشی در خدمت شما ایزان قرار دارم. دوستای عزیز، طبق معمول در هر برنامه ورزشگاه ما تاریخچه یک ورزش بر شما به معرفی میگیریم. دوستای عزیز، آلبسته تصویری در رابطه با تاریخچه ورزش MMA آماده ساختیم، با هم یک جمع ببینیم. البته فراموش نکنین که در رابطه با همین ورزش یک جوان قهرمان آسیا را همچنان با خود درسی داریم. اما در آغاز با تاریخچه ورزش MMA آشنا میشیم. البته رقابت های MMA در کل شیوه جدیدی از رقابت های رزمی محسوب می شود، اما اگر به گذشته نگاه کنیم می توان رگه های از رقابت های والتودو که از سال 1920 در برازیل برگزار می شد را در MMA امروزی مشاهده کرد، و اگر خیلی به گذشته برگردیم شاید پانکریشن این نقش را بر عهده بگیرد. به طور کلی ترکیب رشته های مختلف رزمی بین سال های 1960 تا 1970 رشد پیدا کرد که نقش اصلی را در این مورد بروسلی بازی کرد، چرا که او معتقد بود یک مبارز خوب یک بوکسر، یک کاراتکار و یا یک جودوکار نیست. یک مبارز خوب کسی است که خودش را با هر سبک وقت داده و توانایی مبارزه در هر استایل را داشته باشد. این حرف بعدها توسط دانا واید به صورت عملی وارد عرصه رقابت های رزمی شد. دانا واید رئیس UFC و کسی است که امروز وی را به عنوان پدر MMA میشناسند. MMA نوین از سال 1993 با برگزاری مسابقات UFC در ایالات متحده با درخشش رویسی گریسی و دنبال آن رقابت های راید در سال 1997 در ژاپن کلید خورد. این رقابت ها از آن زمان تا به حال از نظر قوانین تغییرات زیادی را شاهد بوده است، با این هدف که تغییرات بتواند رقابت های MMA را به عنوان یک ورزش به جامعه معرفی کرده و گسترش دهد. مسابقات MMA همکنون در سراسر جهان کاملا شناخته شده و در ایالات متحده و ژاپن از محبوبیت شگرفی برخوردار است. دوباره خوش آمدید. شما بیننده برنامه ورزشگاه شبکه جهانی آرزو هستید. دوستای عزیز، اما طور که در آغاز برنامه گفتم جوان خیلی موفق در رسیو داریم با خود، جوانی که قهرمان چندین مرتبی در آسیا هستند. خیلی خوش آمدید به برنامه ورزشگاه. تشکر. به نام خدا، فرید مبارز هستم. عضویت ملی ورزشگاه رزمی سبک می، همچنان قهرمان آسیا و عضو سازمان PFC و همچنان AFC. تشکر از اینکه به برنامه ما آمدید. تشکر از شما که ما رو دعوت کردید. بشه که در آغاز بگوین که از کجا آمدین، در برنامه ما اشتراک کردین. ما کمک معلومات در رابطه با خود تان دارم که از تمرینتان در ولایت بغلان هستین. بشه که بگوین که چگونه است اوضاع ورزش در ولایت بغلان، که همچنان مردم ما بفهمن و اگر کسایی که از کمیته ملی المپیک بیننده برنامه ما هستن از مشکلاتتان آگاه شون. تشکر. ما از ولایت بغلان هستم، همونجا ورزش میره پیش میبرم. مدت 6 سال میشه ورزش MMA کنم از ولایت بغلان. مشکلات های زیاد داریم در ولایت بغلان، امکانات که نداریم که ما ورزش خود پیش ببریم. مقصد میکنیم نگه تمرین های خود در چند کلاب ها تمرین میکنیم، امکانات بالا نداریم و مثل ورزشگاه کابل که امکانات بالا دارن. باید چگونه یک فضا باشه که بهترین شما بهتر ورزش بکنین؟ چگونه یک فضا باشه، چگونه یک سالون باشه که شما بتونین خوب ورزش کنین و راحت ورزش کنین؟ تشکر. بهترین سالون باشه برای ما، بهترین استادا باشه. در این ورزش از اف ورزش گرفته شده باید هر استادا باشه برای ما. دیگه استادا نیست در وجه ما، استادا داریم مثلا استادای خارجی خارج جوری نیست که استادای تقلا باشه. خوب است، مقصد استادا است دیگه، مقصد میشه یک چیز دیگه. ورزش MMA برگرفته از چندین ورزش است که تعریفشان به خیال میکس مارشال آرت. بله، میکس مارشال آرت یا ورزش رزمی. ورزش رزمی که برگرفته از چندین ورزش است، به نظرم بهتر یگانه ورزشی که در ورزش MMA زیاد رول داره یکی پهلوانی است. بله. یکی هم بوکس. بله. دوستای ما میگفتن که در ورزش MMA مشت خوب است، یکی میگفت پهلوانی خوب است، یکی میگفت که جیدو خوب است، یکی میگفت جیدستو خوب است. اما ما که در این ورزش داخل شدیم، این ورزش دیدم در این ورزش باید است از همه ورزش آگاهی داشته باشی. اگر در این ورزش تنها مجدان باشی حتما پهلوان، اگر عرفت پهلوان باشه تو را چپا میگنه. در این اگر مکس باشی اگر کل ورزش ها را تمرین کنی
میتونی اگر کار خوب باشی و نتیجه خوب میگیره مسابقه. یک چیزی که بر من خیلی گنگ است فرید جانی است که من نیافتم که بنیانگذار ورزش ام ام ای در افغانستان کی است. آقای اوتک میگه من هستم بنیانگذار ورزش و آقای مبارز میگه من هستم. خودت میشه بگویی که اخلاصانه بگو که بنیانگذار ورزش در افغانستان کی است. بله یک مطال است سابق داریم میگه کاش بشی راز بگو. از سال 2008 به ایسو که یاد ماسک ما پیش استاد مبارز در بغلان تمرین میکردم و خودشان کلب پالوانی داشتن از اول از سال 2004 و 2005 از وقت یا پالوان بودن از اول باز پسان این ورش میره گفته خودشان که ورش میره از کدام تلویزیون از کدام چینل دیده بودن امیر خوش کرده بودن باز امیر سر و سر افغانستان را چلین داده بودن که ما مسابقه میکنیم در اینی رشته با کمیته المپیک باز معرفی کرده بودن و هم کمک قبول کرده بودن گفته ما میایم گپ میزنیم باز دوبار اول در سال 2007 در زوم در قندوز مسابقه گرفته شد که خود مشاهده هستم و خرد بودم دیگه نو شروع کرده بودم مخ امکانات نبود که مسابقه کنم باز دوبار اول در وجه مسابقه را برگزار کردن که آقای بازمد مبارز و برادر دین محمد جرات و تانستان مقام اول بگیرن دیگه بعد از امو بنیانگذارش فعلا به نظر ما بازمد مبارز چرا که با امو بنیانگذاری کردن امو را معرفی کردن در افغانستان که این تک ورش است ما سر و سر ورشکارای افغانستان را چلی میتیم دینی رشته ایش کس نام میره یا مکس ماشالات تا نمیفهمید که میمی چی است و مکس ماشالات چی است ما نمیم که ستاز ما است ما پشتی ستاز ما بگیریم چیزی که میگه است اقا میگم باز بعد از او هر کس شیست که مایی رئیس است دیاست بنامه که فدراسیون ممی در کمیتی ملی المپیک است بله است بنامه یک سب سفت است یک سب سبت است بخاطر که ام ام ای خودش سازمان است بله مسابقات هم که برگزار میشه از طرف سازمان ها برگزار بله. میشه بله. سازمان افغانستان به نام چی یاد میشه سازمان افغانستان به نام افغان ام ام ای هم است که رئیسش استاد بازمد مبارز است و سازمان ای اف سی هم است که فعلا در کابل استاردار خود دارند که چند بار این بار پنجم است که بار پنجم است مسابقه را برگزار کرد به طور فنی و مسلکیش فرید جان میشه که آل ازی بگوین که ورزش همه در بین جوانای ولایت بغلان چگونه است یا علاقمندی زیاد دارن به خاطر کون در معمولا در اطراف پهلوان زیاد می باشه بله. شاید علاقمند زیاد داشته باشه ورزش همه بله آلی در بوجه کلاپا زیاد است کلاپای پهلوانی است البته مشت است کیک بوکس است مویتای است کلاپا زیاد است اما کلش از امیر اشتا ایلا کردن آمدن در اشته همه کلاپ مرکزی میکاران مبارز است در ولایت بغلان بر رهبری ساز میراغا و از سوراب و رهبری میکنن فعلا استاد مبارز استاد بازمت پشمانه در کابل هستن دیگه جوان های زیاد میان اونجا سفتنام میکنن دیگه استاد خوب دارن در بغلان خب خودتان در ولایت بغلان زندگی میکنین میشه بگین که چند سال میشه که رو به ورزش آوردی ما خواه سال 2005 ورزش میکنم البته قبل از ورزش امیمی ورزش جمعاستک میکنم دو سال ورزش جمعاستک پیش بردیم و یک سال هم ورزش پهلوانی را پهلوان چپانه که بی خوشم نمد پهلوانی یک سه سال از او میشه باز بعد از او سال 2008 به ایسو ورش میل پیش میبین دوستا عزیز تصاویر از جریان تمرینات مبارز آمده ساختیم با هم یک جای میریم البته فراموش نکنید که بعد از تصاویر جریان تمرینات در رابطه با دستاوردهشان و آمادگی های پیش روی دارن از نو همچنان از پیشتان بسیم اما فعلا تصاویر از جریان تمریناتشان آمده است با هم یک جا میبینیم
دوباره خوش آمدید، شما بیننده برنامه ورزگاه شبکه جهانی آرزو هستین. آقای مبارز، میشه که بگوین نام خدا خیلی حرکات مقبول میرفتین. ما یک چیز نفهمیدم که در ورزش ام ام ای کدام حرکات فاول پنداشته میشه، میشه که بر بیننده از ما بگوین؟ در این رشته فاول ها زیاد داره، مثالش در میدان که مدره وقت میدان موازه مدره فاول از دان دست نمی پرتی، در چشم دست نمی پرتی، در بینی دست نمی پرتی و در بایزاق نداری که با گنده یا با مشت لغت بزنی. اینی فاول هایشه. حرکت که بیشترین امتیاز داره کدام حرکت است؟ امتیاز خود زیاد نکاوتی داره که نکاوت بکنی حریفه تیزه کده میتونی که امتیاز خوب بگیری و سابمیشن میشه که تیز سابمیشن بگیری. این دو امتیاز بسیار لول مهمه داره در ورزش ام ام ای. شکر دوستای زمان را که در قبل از تصاویر جیران تبینات چون گفتم در رابطه با دستاوردهشان صحبت میکنیم، دو دانه کارت است که البته کارت از پی اف سی و ای اف سی سازمان پی اف سی از سازمان پاکستان است که زبیت سازمان پاکستان دارم، ای اف سی کست است سازمان ای اف سی است که در افغانستان است زبیت سازمان ای اف سی را دارم. اینجا مداله خارجی هم است، داخلی هم است. البته اول میخوایم داخلی را نشان بتون بخاطر که مسابقات داخلی را انجام داده به اونجا رسیدین. بشه که در رابطه مدالهاتون صحبت بکنید. این مداله نقره را میبینی؟ این همی مداله میگین یا سال 2012 در رشته کامبکس هم بود که در تیم ملی اولین بار مسابقه کردم که با شکست دادن شاه شریفم حیث مقام دوم گرفتم که سر اولی دومی با برادر استادم برابر شد. ما بر شیلو کردم، ما دوم شدم اول. خب یک ورزش؟ بله کامبک سامبو. کامبک سامبو. این مدالتان؟ پشتدامت. این مدالم سال 2013 بود که در اولین بار که درشته امیمه مسابقه کردم که حریف مبارکت نارن نکاوت کردم. این مدال دادن بر با طرف تخوری. این دو ورزش؟ بله. باش ما ببینیم چند ورزش شما کار کردیم که فعلا امیمه میکنین. کشور پاکستان برگشته بودم، این مدال رئیس عدلی ولایت بغلان به طور تحفه بر ما تقدیم کرد. ام ام ای؟ بله. و این مدال تان؟ این مدال استاد عطا وقتی که دادوش رفته بودیم ولایت مزار شریف ایره به طور تحفه بر ما تقدیم کرد. این چهار ورزش؟ بله. و این مدال؟ این مدال هم وقتی که ما دوش میکردیم برادرم اول شد، ما دوم به او کپ دادن، باز ما دوم شدم، بر ما این مدال نقره داد. خودت کلون است یا برادرت؟ برادرم هم که خورد است. خورد است تر پیش کرد. اما که داشت. وزن زیاد می دارم. شما داره تا ما کرد. و اینی مدال هم مدالش گرنگ است، نوشته است پنجاب فستیوال 2000 و چند است 2014. میشه که در رابطه به این مدال تان صحبت بکنیم؟ اولین بار مسابقه در کشور پاکستان داشتم که عارف با برکت سامیشان شکست دادم، باز این مدال طلا را پتر تفاهم تقدیم کرد. خب شما دعوت شده بودین پاکستان، اما تر که ما گفتم ایساز کسی که ورزش ام ام ای میکنه چون ورزش ام ام ای سازمان است. بله. دعوتنامه می یا بله چلنج می بر شما چلنج آمده بود؟ دعوتنامه آمده بود، بهترین فایترهای پاکستان انتخاب کرده بود و ما توانستیم با رهبری استاد بازمت مبارز بهترین فایترهای افغانستان در مقابلشان بردیم. خودم هم در سازمان اشتراک کردم با حریف استاد پالونی سمیشان بود، توانستمش با حرکت سمیشان شکست بدمش. این تقدیرنامه را از طرف کمیته ملی المپیک ریاست المپیک ولایت بغلان برتون داده؟ بله، داوود مرا دعوت کرده بودند در تربت بدنی بود که و این سپاسنامه هم از طرف جنرال نفهمیدم که الحاج دکتر خیرالدین است. بله. از ام ام ای گرفتین؟ بله. و این تقدیرنامه هم از ولایت بغلان؟ از دوش هست. دوش هست. خب بله. امروز تا مزار گفتین دوش کردین. بله. در چند سال رسیدین تا مزار؟ در دو شب دور راه کردین. خب و ای هم دو تقدیر نامه زیاد است، ای تحسین نامه است که گرفتن از طرف المپیک و ای از طرف شاروالی بغلان است یا از کابل؟ از طرف رئیس عدلی است. خب رئیس عدلی است، رئیس عدلی با ولایت بغلان؟ بله. خب و اینی هم از طرف کی است؟ کرام الدین کریم؟ بله، از طرف تربیت بدنی. بله، برما. و یا هم از بخیل مسابقات پاکستان. بله، از طرف مسابقات. این مسابقات گرفته بودیم؟ بله بله، اموجه تقدیر همه را اموجه برم محتم. اینجا یک دانه تندیس هم است، میخوام برتان نشان بکنم. میشه که در تبا تبا تندیس تان صحبت بکنیم؟ تندیس در اون مسابقه که ما اشتراک کردیم بیش از 15,000 نفر بیننده داشت و همزمان از چند چینل های پاکستان هم لایف مسابقه ما پخش بشد. و در اوجه خود بچه نواب شریف که حمد شریف نام داشت و خودش در مسابقه را سپانسر کرده بود و در
تالار شتگی بود و هر کس که بهترین فایت میکردن بازی وارد همون برش تقدیم میکرد، بازی وارد همون برای ما تقدیم. نام خدا، من براتون تبریک میگم. خب در رابطه به مسابقات پیشرویتون بگین که کدام مسابقات پیشرو دارین، چی آمادگی ها گرفته؟ مسابقه خب پیشروی داریم، زیاد از مسابقه، انقریب بخیر یک مسابقه با پاکستانی ها داریم که انقریب بخیر یک ماه پس و بعدا با کشور تاجکستان میریم که با ورشکارای تاجکی بخیر مسابقه داریم. با امید از اینکه باز هم امیر رقم مدال بیارین و بیرق افغانستان همیشه بلند داشته باشه. تشکر از نام باشه. تشکر از اینکه به برنامه اومدین. به عنوان آخرین سوال، خواستتان، پیامتان از کمیته ملی المپیک؟ خواست ما دولتی است که این ورشکارایی که زحمت میکشند افتخار آفرین میباشند، همواره نمانند که خوار و بیچاره شوند. اگر ما پیسه تو که پول پیسه نداریم که ما مسابقه بریم اشتراک بکنیم، همه که کنن همه قبول کنن که ما را در مسابقه اشتراک کرده بتونیم. ما که روز بروز رشد کرده میریم، روز بروز پس مانده میریم، امکانات نداریم. امکانات هیچ المپیک در ما امکانات نمیده، چرا که باید ولایت ما کابل نیست، ولایت ما بغلان است، هیچ ما را در ردیف نمیگیره. اما قوم که میکنه استاز ما باز اومد مبارز میکنه که اگه سو میزنه ما دیگه مسابقه روان میکنه. دیگه از دولت، از کمیته ملی المپیک هیچ کدام تا تشویق چیز نشدیم. ما به امید روزی که به مشکلاتتون رسیدگی شد و بتانین که مسابقات بیرون مرزی برین. تشکر، زنده باشی. بازم سپاس. سپاس شما. دوستای عزیزی، بود داشته های هفته از برنامه ورزشگاه که خدمت شما یک و یک تقدیم کردیم. در رابطه با امین ورزش صحنه های خیلی جالب از فیلم آمده ساختیم، با هم یک جمعی بینیم. منتظر انتقاد پیشنهادتان در صفحه فیسبوک و برنامه همچنان هستیم. تا ایدار بعد، خدا نگهدار شما.